बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मल्टीपल करेंसी रे कार मेकनिम چه قسم کار میشه، چه قسم استفاده میشه، فایده ازی چیست؟ سوال رو خواردین؟ طارق؟ یا تو نواردین؟ خب، آل تو سکرتر هست یا او سکرتر هست؟ من هست خب، بخاطر از این کتابچه پیش خودت بود میریم اول در ایدیت پریفرنس کلیک میکنم میایم همی آیتم اینو انتری رایی را فعال می سازم پرچیز آنده رو چیزایش هم سل تاکس هم ای را میگم خب سل تاکس هم چی میکنم فعال می سازم خب سل تاکس یس سنگل سل تاکس قد سل تاکس 5% 5% government cell tax department quick add okay here add kare no customer na dare filan barazumi aim action dana item jur mikano company ra bakhatar az ina jur karum آیتم اینا جور میکنم کنترل این گفتم سی پی او 2000 4500 سلز اینجا اکاونت نداریم ایریم اکاونت جور میکنم بنامی سلز سیو این کلوز آن هند داریم از این فرض مثال 20 تانه نیکست مونیتور دانش فرض مثال به 6800 می فروشیم تقریبا ایره 6800 می گیرم ضرب 1.5 10200 سلز از این چند دارم 20 دادن از این دارم اوکی کلیک کردم کسٹمر هم زود آجل آرد میکنم یک اسلام هستا خب پیش از اینکه کسٹمر را جور کنیم باید ما شما ملٹیپل کرنسی را جور کنیم فعلا یک کرنسی بای دیفالت چیستا یو ایس ڈالر است هم کرنسی ما شما چیستا اگر بولس کسٹمر جور کنیم باز در اونجا مشکل بر جور میشه بخاطر از اینکه یک دفعه که کدام هوم کرنسی باشه بود که تا این شد بازور رو چینج کرده نمیتونی در اونجا اگر تو میخواستی که ملتیپل کرنسی رو استفاده کنی بخاطر از اینکه کسٹومر رو که جور میکنی در مدقه برش مشخص کنی که این نفر دیل مثلا تو در یک مشتری تا است در پاکستان کلدار است نی؟ ایندی کلدار است قد از او دیل به ایندی کلدار میکنی ببخش هندوستان ایندی کلدار است در چین است فرض مثال او ین است نه در چین اگر در لندن باشه مثلا ایروستا در امریکا باشه دلار است این قسم باید قبل از قبل مشخص شود رفتم در اینجا در پریفرنس ملتیپل کرنسی از این طریقه میتونیم از طریق هوم از این طریقه میتونیم خیر میایم در اینجا اول تانوس فعال نشد در ملتیپل کرنسی آمدیم در کمپنی پریفرنس رفتیم فعلا وان کرنسی است او هم یو اس دلار است هم کرنسی ماست هم کرنسی ما یوز دلار نیستم باید افغانی باشه یس انتخاب کردم میخواستی یس آی یوز مور دین وان کرنسی اینجا از پیش هم پرسان میکنم میگه بیادر اگر تو هم کرنسی را از یو اس با دیگر تبدیل کنی آنلاین پیمنت که هست او را نمیتونی باز اینیبال کنی در ملتیپل کرنسی ما میگم برو صحیح است و یک دفعه کی را آن کردی باز آف هم نمیشه ملتیپل کرنسی میگم یا صحیح است ملتیپل کرنسی را استفاده میکنم یه خفال شد مگم هم کرنسی ما دلار است ما افغانی را کار دارم کاربار ما کلش افغانی است
د اینجا بیا وی مورد کرنسی را انتخاب کو ما میرم هم کرنسی ما افغانی انتخاب میکنم برای ما میگه افغانی تا نصف فعال نشده میگم اکتیف کوی را اینجا پرسان میکنه خیمی خواهی که هم کرنسی تا از یویس به افغانی تا بلشا میگم یست بعد از ما اوکی کلیک میکنم تمام ویندو هایی که ما باز کردم یک دفعه کلوز میشم که کلوز شد انالی میایم در کمپانی در منیج کرنسی که بینیج آپشن ها زیاد شده میبینیم بعد از اینکه شما ملتیپل کرنسی در آرد کردین جور کردین میایم مستقیم با کرنسی لیست میایم در کرنسی لیست تمام کرنسی های دنیا را برای ما نشان میدن و هم کلش هم نشان میدن ما میگیم بیادر همی کرنسی هایی که من استفاده نمی کنم او را حسو کن با درد من نمی خورم آمدم در این سر گناشته کده include inactive currency no او را چی کرد؟ غیر فعال کرد اگر کدام تاش کار داشتی فرض مثال من سعودی ریال کار دارم چی را کار دارم؟ سعودی ریال این سعودی ریال این میرا از می تکمار کسو کن چلی پار حسو کن این میگم inactive currency را نشان نتی برای من سعودی ریال هم چی شد؟ اضافه شد یا خو آمد فعلا هم کرنسی ما افغانیست میبینی خود هنوز هم اکسچنج ریتش هم تعیین نکردیم ما شما تبادل اکسچنج ریتش که میگم کانادین دلار است ایرو است جاپانیز ین است سعودی ریال است یو اس دلار است ما فرض مثال کانادین دلار کار ندارم رایت کلیک از میجه make currency inactive او را از بین بود در مرحله دوم میایم اکسچنج ریت از این مشخص میکنیم در اکسچنج ریت چی میکنیم یه دبل کلیک میکنی بالا ازی سوری این کار را که کردیم میایم در کدام جای در کرنسی یا خود انتخاب شده دبل کلیک میکنیم افغانی خود چون بای دیفالت است او ضرورت نیست که او را ریتش مشخص کنیم باید تبادله از این مقابل دیگران مشخص شود ای را دبل کلیک میکنم ایرو را ایرو را که دبل کلیک کردی به شکل یک ویندوی دیگر برای ما میاد اول تو باید دیتا انتخاب کنی اکسچنج ریت کدام تاریخ میخوای سیت کنی امروز هم میخوام سیت کنم امروز مای ششم است مای پنجم تاریخ شش است نه بله ماه شش است جون است جنوری فبروری مارچ اپریل می جون در اینجا آمدم این کرن دیتا انتخاب کردم ماه شش تاریخ پنج 2017 بله هفته خب اکسچنج ریت از او به دلار نه به یورو چند است نوشته کردم که بیادر 75 دلار است یک سوری 75 دلار نمیشه چند سنت میشه به خاطر از اینکه ما چه میکنم اکسل باز کردم اکسل ای را باید دقیق باشه در اینجا مطلبش این نمیست که امی هوم کرنسی تو نیست سعیست ای چند یک دا افغانی چند چی میشه ایرو میشن ای را باید مشخص با این قسم کنیم if one get equal to sin افغانی enter خب در اینجا برعکس تا چی میشن در اینجا سال کو مثالش گفته مثالش گفته میگه مثلا یک کیت که هسته مساوی میشه با چند این قرار افغانی اینالی تو باید اینجا نیست اینمی ویدیو رو نوشته کنی اینالی یک ایرو چند افغانی میشه ای را به افغانی برد میگه سعیس افغانی به ایرو نمیگه برد اینجا باید یک کیت باشه نه
کی در مثالش داده ایرو نیست نه کی در یک مثال داده فرض مثال کی در ایرو فکر کو که مثلا یک ایرو این قدر افغانی میشه این حال اونور خشمایی جا نوشته میکنم یک ایرو چند میشه؟ 75 افغانی میشه برای ما معلوم است اشاره چند اشاره؟ اشاره شو سکو ما شما یک مثال شکار میکنیم او را باید اگر تو میخواستی دقیق باز از و چی پرسان میکنیم زنگ میزنیم به مو اکسچنج ریت پرسان میکنیم در اینترنت هم از اکسچنج ریت هم دقیق بخوایم جاپانیز ین از جان خود نوشته میکنم از دل خود نوشته میکنم میگم بیادر یک جاپانیز ین میشه 40 افغانی یک سعودی ریال میشه میگم بیادر 18 افغانی اوکی کلیک کنم یک دلار یو اس دلار میشه 68 اوکی کلیک کنم که حساب کتاب ما شما فیکس کمپانی بیان رفتم در کستومر نیو کستومر به نام نورالدین یک کستومر ماست بالانس ندارم برازی اکسچنج ریت امروز وقتی که خریداری از پیش ما میکنه به ایرو میکنه دیگه معلومات شرط نمیکنه او را خواندیم ما شما ضرورت نیست دوباره باز آمدم دیگه به نام عزیز میگم عزیز دلار هستن گبزی کلان هست دیگهش ظاهر خیر است وام سعودی ریال اوکی تاریخ همه ایمانیم در جای خودش صحیح است بمون شکل اگر ویندر جور میکدی نیو ویندر یک ویندری ما در امریکا است بنام اسلام نام دارم فرض مثال خودی سنگیست یو اس دلار انتخاب کردیم دیگهش که از در جرمنی است تاریخ نام دارم دیدی تاریخ باز نگوی از دیگر را کده بالا رفتی گب ازی بیادر ای روز تا با این گب نمیزنه ایچی اوکی کلیک کردیم میریم خریداری میکنیم فعلا ما چی داریم این حالی ببین فیزیکلی اینونتری ورشیت ما میرم 20 تانه دادن که متاش هم تعیین کرده بودیم نه اگر برم در لیست ببخشیم در چارت آف اکاونت بیایم در اینجا برای ما میگه تو از 1,08,000 افغانی اینونتری ایسیت داری که اینمی اوپنینگ بلنس تو بود از سال گذشته هم رای تو آن هند داشتی به خاطر از اوپنینگ بلنس است اینالی خوب سی گوش کنیم ما میایم خریداری میکنم یک آیتم دیگر را عجل جور میکنم کنترل N بنامی چی؟ انوینت ریپورت بنامی سامسنگ LCD فکس میگم ای با 6800 با فرض مثال پس میفروشیم ما ای را با 17400 میانی 17600 میان دو چند از چند میشن 13000 بخاطر از اینکه 13400 نه 600 600 میان همو ترست نه آن هند نداریم خب اکاونت مشخص نکردیم به نام سلس یک اکاونت داریم اوکی او مای گاڈ LCD 6800 13600 سلز آن هند نداریم اوکی صفر است نی میریم یک اکاونت هم جور میکنم دو بینک اکاونت هم که پیسه داشته باشیم
سوری د کجا اومدم د چارت اف اکاؤنٹ باید بریم ببین می تونی اکاؤنٹ تم به ڈالر جور کنی جان مثلا ما یک ڈالر اکاؤنٹ دارم د کابل بانک ڈالر است کنترل ان بینک اکاؤنٹ انتخاب کردم تایپ شن د عزیزی بانک دو اکاؤنٹ دارم بیاد عزیزی بانک ڈالر اکاؤنٹ است صحیح است ڈالر اکاؤنٹ کی شدی چه باید چی انتخاب کنیم برش یو اس ڈالر باید انتخاب کنیم انٹر اوپننگ بیلنس ایکسچینج ریٹ خودش میگیره چقدر ڈالر داری مثلا 2000 ڈالر داری فرض مثال این اوپننگ بیلنس از همین تاریخ است ایکسچینج ریٹ ما چقدر است یک یو اس ڈالر بین قفغانی مساوی میشه اوکی کلیک کردم سیو این نیو دیگه میگم عزیزبان بود نه عزیزی بانک افغانی اکاونت باز دیگه ضرورت نیست که دیگه چیز انتخاب کنی نمو صحیح است فقط اوپنینگ بیلنس بتی یک شتاب میگم 2000 چند میشه یک لکو 36000 افتاری فرض مثال این دقیقه پیسه دیگه دارم اوکی کلیک کردم سیو این کلوز گفتم صحیح شد اینال سل کو برای ما کلش حساب و افغانی بر نشانی ایده برای ما سه لکو چند است؟ 80000 به خاطر از اینکه 1,80,000 این نمی بود خوب صحیح گوش کنید 1,36,000 آمد نه؟ 1,36,000 ضرب دو جمع چند؟ 1,00,000 چند شدن؟ فهمیدین؟ نفهمید تو هیچی نفهیش نفهمیدن دو تن اکاونت داشتیم نداشتیم دا ای خو اوپننگ بیلنس اینوینتری ماست نه با افغانی وقتی که اکاونت دلار جور کنی با تو حساب با افغانی میکشه اینجا دلار کشه 2,000 دلار اینجا از با افغانی تبدیلش میکنم برای حساب تو را با افغانی سل کو 2,000 دلار ای داریم نه 2,000 دلار را گرفتم ما خوب صحیح گوش کو ضرب 20,000 شدی 2,000 دلار گرفتم ضرب کردم دا 68 چند شد 1,38,000 باز جمع 1,38,000 ما دیگه دا زیبان دال افغانی اکان داشتیم 1,36,000 باز جمع 1,08,000 افغانی ما شما اوپنینگ بیلنس اینوینتری داشتیم اینوینتری اسید 1,08,000 افغانی 1,03,000 ای اوپنینگ بیلنس اکویتی ما شما شد صحیح شد ای خودی همی ملتیپل کرنسی یک درس بیخی جدا سر نه او خودش هم میتم اگر با تو حساب باز با افغانی میگه بخاطر از اینکه اون کرنسی تو چیست اونجا خود صحیح است بر تاورده که در اکاونت تو دلار داری بخاطر از اینکه حساب دلار را کیست صحیح است؟ ذهن اینال تغییر بده اینجا تغییر بده اینجا هر دقیقه که تو بخوایی در کرنسی لیست که اومدی؟ هر روز تقیید بسیار چیزایی که در گذشته ها فرق انسان چشته بکنه در خودی در چی کس در چارت اف اکاونت هم جور میشه چی خلاص کردی تو در می اکسچنج ریت مثلا تو یک چیز را گرفته بودی با 2,000 دلار تین روز ارزان بود مثلا قیمت بود یک دفعه پایین افتی اما تفاوت هم بر نشان میده که اینه قناس کردی بیاده اتوماتیک خودش بعد می د ترایل بیلنس یک اکاونت دیگه جور میشه استاد این فازی شد نشه آفرین اگر بر فردا یک دن جور کنیم باز ریکارد کردن شما میگه گربر نمیکنه چی رفت نفهمید مثلا نمیفته بازار شاست این دابل کلیک کوجه چینج کو ریت شام باز ریکارد صورت ما را تاپ نه امو جاست بعد میگه که نقص چقدر کردی باز بعد میگه امین اگر تو بازار حالا خود چیزی خریداری نکردیم یک چیز نکردیم دیگه یک دفعه چیزی بخریم آه دیگه یک دفعه چیزی بخریم باز بارت معلوم میشه صحیح است؟ آه اینالی فرض مثال امی نیم ساعت باید
نرخ پایین میره، بالا میره، پایین میره. ما میرم یک چیز را میخرم، رفتم پرچیز آرد، با اسلام که به یه روز فرض میسام چی را خریدم؟ سامسونگ ال سی دی را خریدم با $100 بود نی؟ چند دانه گرفتم؟ 10 دانش، $1,000 شد. صحیح است؟ متوجه هستین؟ اگر اون برمزور رو باشد چی رو آیتم لیست نرخ زده نمیشه. او جدا، اون کرنسی جدا است. وقتی که اینوینتری را جور میکنی در اونجا برد نمیاد. تو برد میاد که مشتری را خریداری که میکنی به دلار به چیست. صحیح است؟ اینا رو گوش کن تو، من سوال تو را فهمیدم، مشکل حل میشه. سیو این کلوز گفتیم، صحیح شد؟ سیو این کلوز که گفتیم، ما میایم علی را پیمنت میکنم، ببخشید ریسیو میکنم اینوینتری را، تانوس تغییرات نامده ایجا ریسیو آف آیتم این انتربل میکنم. برای زی آیتم از کی؟ از اسلام. بله یک سل آرڈر کرده بودم، پرچیز آرڈر کرده بودم با چیستا؟ پرچیز آرڈر ما؟ با $20 استا. این ما خدر است. بله تغییرات ایجا برد میگه اکسچنج ریت با افغانی چند میشه؟ سیو این کلوز گفتم. اکاونت پیبل ما با $100 که از چه خطر میشه کمپنی سنب شوار کلک میکنم؟ چل کو با افغانی جدا اکاونت پیبل جور میکنه، با اوچی جدا جور میکنه، با افغانی جدا، دلار جدا، با یورو جدا. اکاونت پیبل ما گوش کو، اکاونت پیبل ما با US 68,000 افغانی میشه، یعنی چند شده؟ $1,000 شده. تبادله میکنه دلار چی کرد؟ خودش اتوماتیک برد، هیچ ضرورت نداره که تو چی کنی. اگرم در بازار میریم 68 دلار کن، اگر دلار بر اون سال $1,000 میشه 990 دلار شد. اون نقص خودت هست دیگه، بازار عجیب خود دیگه. خود بزنسی چیزا داره دیگه. بیادر میفهم چقدر مردم نقص میکنه روزمره در سرای شده. مردم هم تباه کرد هم میلیونر ساخته میکنه. این گواه خواهست نگه ما در پشتو یک مطل داریم وی چی فیل ساتی فیل خانه بجوره ارتا فهمیدی؟ این حالی که تو بزنس میکنی نقص توانی در دیره باید در نظر بگیری به این قسم مفت خونه میشه دیگه. توان و نقص در نظر گرفته میشه در بزنس، ولی به مطالب به یک کشور در نظر میشه. تا ریکارد نباشم و چرا قد توان نقص داریم؟ حالی خویج ما برد گفت نشان میدم. نه ما میتونیم روی 68 دلار میدیم در بازار مصر دوار دارم $1,000 نمیدیم. ولی تو هم دندور $1,000 تازه است. $1,000 یک چه تفاوتی بود؟ $1,000 خود چرا کرده سیستم رو خیلی داری کنه؟ یکم مسئله کنه. صحیح است؟ اینوالی خوب صحیح گوش کن، ای رو تو گرفتی بایی افغانی صحیح شد؟ امین خیلی داره نمیستم. مثلا این دوز داره هفت است، داره شش شده یک روزم تقیقه. اینوالی ما پیمنت میکنیم پس برسیم. پیمنت که میکردیم دلار چی شده؟ با یورو بود، با افغانی بود، چی بود؟ با دلار بود. امورا 70 جور میکنیم. اوکی کلیک کنم. صحیح شد؟ در اینجا اگر تو بیایی 70 چی میشه؟ بالا میرنی؟ نقص میکنیم توان. آفرین. نه چرا نقص میکنیم؟ فایده میکنیم به خاطر از اینکه با 68 گرفتیم با 70 شد دلار، پس میفروشیم با 70 دیگه، چرا نقص کنیم؟ با پایین گرفته بودی با قیمت بالا میفروشی، پس 68 شد بعد $1,000 قرض راست مال ما میره 70 پر دلار میکنه نقص شد گرفت پس نقص شد. بعد مثال میریم 70,000 $1,000 خود تبادله میکنی پیسه را؟ تبادله میکنی $1,000 تبادله پیسه ها در فروش است. باز اگر مستقیم مثلا پیسه داده باشیم از اکاونت دلار ما، پس میفروشیم فایده میکنیم. الان ما چی میکنیم؟ میایم دوندر، دوندر که اومدیم ما انتربل کردیم، چی میکنیم؟ پیبل میکنیم، انتربل نکردیم.
انترویل نکردیم؟ باشه نیم انترویل مزیاد شده نشده؟ این؟ پیبل بعد بکنیم نه؟ شو آل بیل چرا نشان نمیدید؟ اکاونت پیبل نه اکاونت اکاونت پیبل با US دلار برای من نشان میدید اینجا باید دیر انتخاب کنیم برش چند دلار است؟ چقدر افغانی میشن؟ اینجا سر که پایین خودش کشیدن دیدی؟ نقص کردیم این حالی ما چی میکنیم؟ این رو میگم پی میکنم در عزیزی بانک نیست در افغانی اکانت ما که است به 2000 کفایت میرسید نه پیسه ما 1,36,000 بود همون تو بود نه این حالی سر که کم شد 2000 ازی کم کردن این باید 68,000 میماند 2000 چی شده؟ پی سلیکتر بیل مجبور شدیم بیادن دیگر چاره نیستن دن گفتیم این حالی ما میایم چی میکنیم؟ در ریپورت در اکانت تکس در ترال بیلنس آل کلیک میکنیم آل اینجا اکسچنج ریت گین ان لاس 2000 افغانی رو چی کردیم؟ وقتی که ملتیپل کرنسی رو تو فعال کنی اتوماتیک یک اکاونت جور میشه بنام اکسچنج ریت اکسچنج گین ان لاس تو گین کردی ان اول می آید این طرف می آید 2000 تاوان کردیم نه نقص کردیم ان اول چی میکنیم پس دوباره چی میکنیم اثر چی میکنیم میخریم ای بسیار یک موضوع مهم است در کریت پرچی داره رفتم از امی تاریخ میگیرم صحیح است؟ نه اما اوچی را که پس میساب ما برا شد از این باز ما امی سامسنگ گرفتم دادا نرا خب پیش از اینکه دادا نرا اسلام میگه انتخاب کردم دانش چند است؟ بخاطر در اکسیشن در افتار داره زمتونه آفرین خب یعنی پایین میشه نه؟ پایین میشه پایین میشه خب آفرین پایین شد چند شدن؟ ای باید یک از هم میشد 900 افتاد یک شد سیو این کلوز گفتم پس رفتم به اینجا آیتم ریسیف کردم انترویل میکنم از US دلار است بله از اسلام پرچی دلار کردیم بله نمبرش دوم است اوکی سیو این کلوز گفتم چی انتخاب کردم؟ افغانی اکسچنج ریت چه چیز گردی کردم خیلی است استاد اینا نرخ تغییر میتیم میرم پی آفرین آلی نرخ تغییر میتیم وقتی که وقتی که نی پیمنت نکردیم این حالی که پیمی کردیم رفتیم که اکسچنج کردیم دولار هم 65 آفرین پایین شد 65 نیتو بیخی دیگر پس امیر 68 میکنیم که امو قیمت چی شد 2000 بیان تبا میشه ما قسم اگر باشه ایره چه میکنیم؟ پس 68 ساختیم اوکی کلیک کردیم میایم ده اینجا میگیم بیادر ما چه میکنیم؟ پیبل میکنم انترویل کردیم نه؟ پیبل از چه میکنی؟ US دلار میکنم اینی مانده چند میشه؟ 66 اما پنج پنج روز بده گو بدرد نمیخوره اشاریه بابا دو طرف صفر ایچ مانه کل چیزا رو پشش میگه دام پی سلیکتد بیل دان این ها دی پاس میایم در ریپورت اکاونت تکسیس ترال بیلنس آل انتخاب کو اینا یه باز چی آورده خب 55.20 دلار ما افغانی رو چی کردیم چی بات میکنم افغانی اکاونت دلار که در افغانی اکاونت ما چی شده؟ اضافه شده که چند افغانی میشه؟ اضافه نیست داد پیسه کم شده در منطقه در منطقی خوردیم پیسه 36 داشتیم از 36 بالا 55 دیگه اضافه در مصرف کردیم نه اینجا خود جمع شد ببین او رو پس به دلار تبدیل کردن در اونجا 57 دلار چی شده؟ 57 دلار بود نه خلاصه که بینم ایست که اگر زیاد شد و زیاد نشان میتواند اگر کم شد حالا 57 شده 20 پیسه است سکو
ای خو ده اینجا نه امرا اینا کنم که جواب داشتاری بس پیسه نمیدن اینه میدن آه ده اینجا قسم نشان داده که دو از دولت ها ما گیم کردیم فایده ما هم آفرین پس ما نقصه که در دولت تا مدله کردیم 1942.80 پیسه با نقص کردیم خو ده اینجا چی شده باز که جواب داشتاری بس پیسه ما اینجا بخاطر از اینکه بل پیمنت دومی ما ده اینجا هست ده اینجا هست ای اولش هستی دومیش هست ما متوجه از این چیزا بودم ده اینجا ما گفتم نه این نمیست بخاطر از اینکه جدا گین ان لاس میاد اوجا خونه میاد اوجا چرا بیا طریقه سیستم شفامید این چه قسم میشه مکمل اینی طریقه ایش هست چه قسم کار میشه انال زیاد کار ما شما در فروشات هست فایده می در فروشات آدم بسیار تمام میشه بسیار پولم پیدا میکنه پس وقتی که من اینوایس جور میکنم مثلا یک نفر اومد عزیز از تاریخ هیچ خریداری نکردیم قیمت می فروختو از عزیز به $20 خب ما چی برش مثلا سامسونگ می فروشم چلون 20 تن از پیش میگیره این نفر دانش که 2000 مینه به خاطر از ما شما به افغانی بود نه قد از این حساب کتاب ما به چیست اینا لگه ما برم ده اینجا خوب سه حساب کنم آیتم لیست برم سامسونگ ما دانش با چند میه؟ دانش با 6800 فروش با 13600 آفرین ها لگه نال چقدر میشه؟ $200 دانش با $200 میه؟ نال کلش $4000 میشه نال اگر فرمزم کارنسی خود اوجه اکسچنج رکت تغییر بدن با زمون مطابق تغییر بدن نال سلتکس چی میکنیم؟ سلتکس هم نان انتخاب میکنیم اینجا تاکسی بالاس میگیم نان تاکسی بالاس میگیم تاکس چی میکنه اینالو برای ما میگن اینی $4000 به افغانی $2,72,000 افغانی میشه $4000 چند میشه؟ $4000 ما ضربی 68 این دقیق بر حساب هم میکنم سیو این کلوز اینجا اکسچنج ریتش اینجا هست اگر مثلا امودقت بالا رفت میتونی که برش بگی بیادر نه چیست به افغانی بگو برای ما زیاد بودی بخاطر اون نفر برد افغانی میداد نه افغانی که برد میداد بگو بیادر دلار که از بالا رفتن 67 شدن این حالی که 67 گفتی پیسم چی شد پایین آمد آه بخاطر از اینکه جم آه این حالی اگر بگیم که 65 فروشات معمولا به بحث دلار میتره و دلار اینجا ما میفروشیم نه ما بالا تو ایره میفروشم دلار فروش گوش کو $2000 است نه $2000 است ما میگیم قیمت از بالا رفت دلار کی است به 70 شده اینه بالا میره دیگه بالا میره دلار امیره من میگم انالی باید چند بگیرم از پیش $2,00,000 اگر باش امون نرخی ثابتش باشه ماست مشکل نداره اونو $72,000 پان میشه یعنی هدف ما ایست که از این طریق هم میتونی مستقیم همین دقیقه خودتان اکسچنج ریت رو چینج کنید وقتی اینجا تغییر رو میتونیم در اکسچنج ریت رو تغییر میاد ببینیم شاید دفالت هست و پس چی شده؟ نه اینالی یک دقیقه یک انوایس دیگر جور میکنم انوایس دیگر جور میکنم با عزیز چی میخره؟ امی سامسونگ میخره است پیش ما سامسونگ نداریم مونیتور میگیرم چه زیاد چی میکنی؟ مونیتور مونیتور رو گرفتم بیادر ده دانه دانش 850 است سوال چی؟ خب اینجا ما ایره 70 ساختم تاکس هم گفتم نه نان تاکسی بالا یک لکو 5000 سیو این کلوز اینجا سال کو یو هاف چینج دس کرنسی اکسچنج ریت به نمی تاریخ صحیح است وود یو لایک تو کویک بوک تو سیو دس نیو ریت اگه یس گفتی دو اونجا میشه اگه نو گفتی یس انتخاب کردم اینجا تغییرات آمد میرم در کدام جای در کمپنی در منیج کرنسی در کرنسی لیست در اونجا چند شده افتاد شده صحیح شد اینی بود خریداری فروشات مالتیپل کرنسی چه قسم کار میشه بسیار مهم است در بیرون از افغانستان اگه شما کار میکنین این چیز بسیار مهم است استاد
چه رقم این در ترانزیشن؟ همین تا به چیزی رو میبینیم نه؟ مثلا ما نشان داد 5000 ما نقص کرده میرم خب در ریپورت بیا اکاونت تکس در ترال بلنس بیا آل انتخاب کو آل بالا ازی دبل کلیک کو نرخ تبادله نیست نه او خود فروشات برای تو چی میکنه تاوان نقص میکنی ایجا خود کلش فایده است برای ایجا باز در چی میایه در اوجه نمیایه گوش که خود در بلنس شیت میایه برای ما در اینکم ستیتمنت او خود آل اینکمی ماست دیگه هر چقدر که مثلا ما زیاد به دست بیاریم اینکمی ما میشه سلکو در تاریخچه باز نشان میتن در اینجا بیا در فاینانشلز در پروفیت اند لاس آل کلیک کو سلکو در اینجا برای ما نشان میتن چقدر پروفیت ما اینکم پروفیت کردیم سلکو چند است اینکم ما مثلا سلز اینقدر شده صحیح است توتال اینکم ما اینقدر است کاست اف گود سولد ما اینقدر است انال گراس پروفیت ما اینقدر است که دیگه ما چیزی نداشتیم اکسپنس فقط اینجا برای ما میگه که اینقدر چی داشتی تو نگه اینال میبینی اینمی اینکم ما است به اینجا برای ما نشون میده اینجا افغانی انسان ما فایده کردن نه اینی فایده که ما کردیم مثلا دیگه بر نمی از در روز تبادله نخواه شد مثلا در کدام روز 68 تا 8 بوده و از کدام فایده از کدام روز بوده وقتی که گوش کن در فروشات نیستن در فروشات هر چقدر قیمت تو بالا ببری او در چیت نمیه چی در گین این لاس نمیه او انکمی تاسته وقتی که تو پرچیز میکنی گین این لاس در اوجه معلوم میشه بره این خوی نمی معلوم است دیگه خلاص این نمی چیز است دیگه خود سعیس ما یک دفعه خریداری کردیم دو دفعه خریداری کردیم یک دفعه 2000 چی شده باز اینجا پس همین پینجا افتاد از خودم نرکست از 68 است یا 70 است از 70 است نه 68 خود ما نه نه 68 است بخاطر از اینجا نشان نمیده که خب دبل کلیک کوی چی از چی است چرا نشان نمیتن این برد میگه بخاطر از اینکه در اینجا از افغانی ما چی شده بالا رفته بود به افتاد رفته بود یک هزار دلاری ما اکسچنج ریتش به اینقدر شده بود نه در اینجا در اینجا شاید باشه یک دفعه در کستومایز ریپورت بریم در اینجا یک دفعه ادجستمنت نیم سورس نیم تو با شیرم اد کنیم میمو شیپ ترمز دیو دیت بیل پید ترو در کلاس شاید چی بیا پیت پیمنت میتود ایجنگ نی ماونت تایپ تکس لائن اکشن فورین اماونت یعنی شاید باشه کرنسی اکسچنج یارم میگیرم کلیشه فورین بیلنس نی یش بگر نی اینی کلاس شوز میکنیم کلاس دا کجا بود دا پوین بیا خب اوکی کلک میکنم اوکی کلک کردی ای طرف میایم به ای طرف ده اینجا به خاطر از اینکه یورو در افتاد اکسچنج کردی ده اینجا در 68 ای بود درس امروزتان سوالاتتان مانده